به نام خدا. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای چنل مسلمان تیوی خوش اومدید. قبلا اشاره کردیم که شیطان به هر موجود سرکش و یاغی اطلاق میشه که حتی میتونه از جنس انسان باشه، اما وقتی به صورت عام از لفظ شیطان در بین مردم استفاده میشه، منظور کسیه که در برابر دستور خداوند برای سجده بر آدم با خود برتربینی از این کار تفره رفت. این همان ابلیس است که در جواب این سوال که چرا سجده نمی کنی گفت آدم از خاک است و من از آتش. حالا سوال اینه، اگر شیطان یا همون ابلیس از آتشه، چرا در روز قیامت و در جهنم به وسیله آتش عذاب خواهد شد؟ آیا امکان چنین کاری هست؟ قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما، این ویدیو رو لایک کنید و چنل مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما را از اون مطلع کنه، و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. این ویدیو قصد معرفی شیطان و توضیح درباره اینکه فلسفه خلقتش چی بوده رو ندارم، چون قبلا تو ویدیویی با عنوان شیطان کیست و هدف از خلقت او چه بوده به این مسئله پرداختم که لینکش رو انتهای همین ویدیو قرار میدم تا بتونید تماشا کنید و استفاده ببرید. امروز میخواییم به این شبهه پاسخ بدیم که شیطان چطور با وجود اینکه از آتیشه با آتیش عذاب خواهد شد. فرد به ظاهر دانشمندی در جلسه‌ای که بهلول عاقل هم در اون شرکت داشت همین پرسش رو مطرح کرد. مدتی بعد بهلول پیشونی اون مرد رو با کلوخی هدف قرار داد و سر او رو مجروح کرد و خون‌آلود شد. شخص دانشمند برآشفته شد و با لحنی عصبانی زبان به اعتراض گشود. بهلول هم در پاسخ اعتراض گفت: آیا مگر این کلوخ از خاک نیست؟ و آیا مگر تو از خاک آفریده نشدی؟ اگر آتش نمیتواند آتش را بسوزاند، پس خاک چگونه میتواند به خاک آسیب برساند؟ و تو چرا دردت آمد؟ بر این اساس باید توجه کنیم که انسان خاک نیست، بلکه از خاک آفریده شده. شیطان هم آتش نیست، بلکه از آتش آفریده شده. و همونطور که خاک میتونه به انسان آسیب برسونه، آسیب رسوندن آتش به شیطان هم موضوعی محال و دور از ذهن نیست، چون نمونه‌های زیادی وجود داره که موادی با منشأ یکسان، یعنی مواد اولیه اونها برابر و مثل همه، بر یکدیگر تأثیر منفی میگذارن و به همدیگه آسیب میرسونن و ویژگی‌های برخی مواد با اندک تغییری در اون کاملا برعکس میشه که در ادامه به چند نمونه اشاره میکنیم. یک، میدونیم که یخ از آب تشکیل شده و آب جوش هم همون آبه و در ترکیب مولکولی اونها کوچکترین تفاوتی وجود نداره. اما اگر یخ رو در مجاورت آب جوش قرار بدیم، آسیب میبینه و به تدریج از بین میره. یعنی اگر آب جوش رو روی یخ بریزیم، موجب آب شدن یخ میشه و شکلش رو از دست میده. دو، اگه از ما بپرسن که دشمن آتش چیه و با چه وسیله میشه به مبارزه با اون پرداخت، بی تردید آب رو معرفی میکنیم. آتش گرفتن آب بسیار عجیبتر از آتش گرفتن آتشه، اما جالبه بدونید که اگر آب رو با عبور جریان الکتریسیته و با کمک کاتالیزور به اجزای تشکیل دهنده اون، یعنی اکسیژن و هیدروژن، تقسیم کنیم و هر کدوم از این دو عنصر رو در گوشه نگهداری کنیم و سپس شعله آتش رو به اونها نزدیک کنیم، خواهیم دید که قسمت اکسیژن اون شعله ور میشه و قسمت هیدروژن منفجر خواهد شد. و جالبتر این که بدونید خداوند به هر دو مورد تو قرآن اشاره کرده و در بیان نشانه‌های قیامت یک بار اعلام کرده که در آن روز دریاها شعله ور خواهند شد و در جای دیگر تصریح به منفجر شدن دریاها کرده. 3. تمام گیاهان با فتوسنتز، یعنی با استفاده از نور خورشید که برگرفته از آتش، رشد میکنن. و حتما میدونید که امروز در گلخانه ها تنها با استفاده از آب و نور و حتی بدون نیاز به خاک گیاهان رو پرورش میدن. حالا سوال اینجاست که اگر چنین گیاهانی که تنها از آتش و آب تشکیل شدن رو مقابل حرارت آتش قرار بدیم، آیا آسیبی به اونها وارد نخواهد شد؟ قطعا میدونیم که این گیاهان دچار حریق و آتش سوزی خواهند شد.
یکی از کارهای مهم گیاهان مسئله کربن‌گیری از هوا و ساخت سلولوز نباتیه. این سلولوز یاخته‌های درختان و گیاهان گاز کربن رو از هوا میگیره و اونها رو تجزیه میکنه. اکسیژن اون رو آزاد میکنه و کربن رو در وجود خودش نگه میداره و سپس اون رو با آب ترکیب میکنه و چوب درختان رو از اون میسازه. یکی از آیات و معجزات علمی قرآن بحث رستاخیز انرژی هاست که قرآن در آیه 80 از سوره مبارکه یاسین میفرماید همان کسی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید و شما به وسیله آن آتش میافروزید. اگه علاقمند به این بحث هستید توصیه میکنم به تفسیر نمونه ذیل آیه 80 سوره یاسین مراجعه کنید. 4. امواج مختلفی در فضا وجود داره. مانند امواج منتشر شده توسط ماهواره ها، ایستگاه های رادیو، تلویزیون، تلفن های همراه و دیگر وسایل مخابراتی که فرمول های مشترکی بر تمام اونها حاکمه و تفاوت اونها تنها در مواردی مانند فرکانس ها و طول موج های مختلفه. با این وجود اونها میتونن بر هم تأثیر گذار بوده و عملکرد صحیح همدیگر رو مختل کنن. جنگ الکترونیکی که حتما اون رو شنیدید با استفاده از چنین قابلیتی امکان پذیره. آیا این پرسش براتون مطرح نشده که چگونه امواج میتونن به امواج دیگه آسیب برسونن؟ امروزه قانونی در فیزیک وجود داره مبنی بر اینکه ماده و انرژی هیچگاه از بین نمیرن، بلکه دائما از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشن. به همین دلیل یک ماده یا انرژی با تغییراتی که در اون به وجود میاد قابلیت‌های متفاوتی پیدا میکنه و آبی که یک روز خاموش کننده آتش به شمار میومد با تغییری فیزیکی به کمک آتش میاد و در شعله ور کردن و انفجار اون تأثیر مثبت میگذاره. پروردگاری که چنین قابلیت‌های شگفت آوری در جهان طبیعت آفریده به راحتی میتونه با اراده خودش و با فعل و انفعالات اندکی در خصوصیات شیطانی که از آتش آفریده شده و یا حتی تبدیلش به ماده قابل اشتعال او رو در آتش جهنم بسوزونه و به تعبیر قرآن این بر خداوند آسان است. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.